یک خبرنگار ایتالیایی در گزارشی سرگذشت دختر 14 ساله ای را نشان می دهد که توسط شبه نظامیان دولت اسلامی رو بوده، فروخته و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. اینجا روستای دهوک در شمال بغداد است، جایی که سوما این دختر نوجوان در آن پناه گرفته. سرگذشت او نظیر ده ها دختر جوان ایزدی و غیر سنی است که به اسارت نیروهای داعش درآمدند و کسی هم از سرنوشت آنها خبر ندارد. آن روز صبح ما از روستایمان تلازر گریختیم و به روستای دیگری رفتیم، اما پس از نیم ساعت تروریست های داعش رسیدند و ما را در سه گروه قرار دادند: زنان مجرد، زنان متأهل و مردان جوان. آنها تمام مردان جوان از جمله برادرم را کشتند. من شاهد جان دادن او بودم. زنان جوان را نیز با خود بردند. پس از آنکه سوما را به موصل بردند، او را فروختند. او و دوستش که 27 روز در اسارت بودند، وقت این را داشتند که فرار کنند و به بغداد بروند. من و دوستم به دو شیخ در فلوجه فروخته شدیم. آنها هم سن پدرمان بودند و با ما بدرفتاری می‌کردند و هر زمان کاری علی‌رغم میل آنها انجام می‌دادیم، ما را کتک می‌زدند. سوما و دوستش توانستند بگریزند، اما آنطور که او می‌گوید، سرنوشت بقیه زنان و دختران که به دست داعش افتادند، یا تن دادن به تجاوز و اسارت است یا مرگ.